أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. راجب باطن کار که نیته، ظاهر کارا خیلی کارا مثل همه، ولی باطن کار به نیته آیاتی داریم، روایاتی داریم. در اینجا یه حکایت هم نقل کنم. میگن بهلول دید که طاغوت زمان در مسجد میسازه. رفت پلو طاغوت، گفت چرا مسجد میسازی؟ گفت بره خدا. گفت خیلی خوب، پس بره خدا میسازی؟ اخلاص داری؟ گفت بله، بره خدا میسازی. بهلول رفت پلو یه سنگ تراش، گفت ست کلمه روی سنگه بنویس: بانی مسجد بهلول. پولو گرفت و سنگو بعدش تق 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 سرشید بانی مسجد بهلول. سنگو گرفت و شبانه آمد یه نردبون گذاشت، این سنگو رو سردر مسجد نصب کرد. فردا کارگرا اومدن در نوشته بانی مسجد بهلول، رفتن خبر دادن به خلیفه که آقا امروز اومدیم سر کار، سنگ بالا نصب شده، بانی مسجد بهلول. مسجد و بهلول نساخته، شما ساختی. بهلول رو احضار کردن، گفتم چرا سنگو گوشتی؟ گفت مگه تو دیروز نگفتی من برای خدا ساختم؟ خب اگه تو برای خدا مسجد ساختی، خب بذار اسم ما باشه، خدا که میدونه اسم تو ساختی. همین که ناراحت شدی پیداست برای خدا نبوده. یعنی با این فیلم، این دلیل برای اینکه ما میتونیم با تئاتر و فیلم یه چیز رو برجسته کنیم که الاخلاص و غایه، یعنی نهایت مطلوب، هدف نهایی اینه که انسان خالص بشه. الاخلاص و فوز، نباید داریم رستگاری در اخلاص. خدا رحمت کنه شهید مطهری، تشریف آوردن کاشون، من در خدمتش بودم. گفت قرائتی این دعا مال ماه رجب، اما تو هر روز بخون. دعا اینه: خواب الوافدون علی غیرک، باختن اونا که بره غیر خدا خود کار کردن. و خسر المتعرضون الا لک، خسارت کردن اونهایی که متعرض غیر تو شدن، یعنی جای دیگه رفتن. الاخلاص ترفع الاعمال، اگر عمل خالص باشه بالا میره. لو خلصت النیات لزکت الاعمال، اگر نیت خالص باشه کارها رشد میکنه. من اخلص بلغ الامال، هر که مخلص بود به آرزوهاش میرسه. العمل کله هبا الا ما اخلص، همه کارا پودر میشه جز اون کاری که خالص باشه. ثمره العلم اخلاص العمل، ثمره علم اینه که عمل خالص باشه. این جملاتی راجع به اخلاص. خدای تو به حق محمد و آل محمد دستمونو بگیر، این مقدار از عمرمون که مونده کارمون خالص بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.